ادمو میانیدم جدا میشین همه اینا جا خونات این اینا مرا فرمان دادن نه می پگای روز دیگر میرا میزنم که بعد کیو میرا نمیدونم. اگر عبدالله اکرموف شاخه های پایانی این درختان را ببرد، یک مشکلی نظرناگیر ولی جدی کلاب سومین شهری بزرگی تاجیکستان باز هم سختتر می شود. من اومدم ما خدم خصوصا خونه می نمی قفا دای می دام خونه میرم ای خونم نشین نه بزرگ دام می درم اصلا دیگه جدا نیست ای جدا می میاد که بوارم کنن تسوس او کدن دا اسپد نمی کنن خیلی آدمو را ما بچشم دیدم. عبدالله اکرموف که به پاکاری باغ اطراف مشغول است بدلیل عصبانی نیست، چون مشکل 200 هزار اهالی کلاب را می داند که فقط 5 حاجتخانه جمعیتی دارند. نه تنها اینجا بلکه یک مکانی اساسی یعنی باقی فرهنگ و فراغت در مرکز شهر از حاجتخانه محروم است. جای کاری زنجیره در کنار همین باغ است. بود در توالت بود آباد بود می رفتیم و زیم نیست توالت نیست اگه جو بریم می دویم دانشگاه دانشگاه سرمون میکنن خبده خبده خانه هم کار زنجیره اگرچی می خندد ولی می گوید وای بر حال 2000 مهمانه که روزانه به مرکز کلاب می آیند و می روند. عینی گپی او را دیگران هم می گویند. از تمام شهران و همه به اینجا با کودکوی مهده می روید دوستان می شد که حجت خانه در کجاست. ما چی بفتن هم می توانیم. می گیم طرف اینستو یا طرف خونه. در اون اونجا در حجت خانه وجود ندارم. اینه که جو روست می روید اونجا روی روان خیلی جوی عیب شده و عیب شده که می روید روی شینم اونجا. در گوشه های کلاب حاجتخانه های هست ولی به سبب شرایطی ترسناکشان کسی با آنجا نمی رود. مقامات می گویند مشکل مردم را می دانند و در پی حل مسئله هستند و در دو محل اساسی در باغ و ترمینال شهر حاجتخانه می سازند. حاجتخانه در حال حاضر به اتمام رسیده است. قسم داخلی او در اونجا جای تورت بزوری است. جای شستشوی مثل مسافران و نبودی تعداد کافی حاجتخانه ها به گفته طبیبان زنجیره مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیاد را در پی دارد. یکی از آنها گسترش بیماری های سیرویتی است که حشرات از منابع آلوده پهن می کنند. عاقبت بدی دیگر استعمال کمی آب و غذا با هدف کمتر رفتن برای قضای حاجت است که انسان را به ده ها بیماری گرفتار می کند و از جمله هزاران نفر در مرکز شهری کلاب را.